حمد و ثنا بار خداییست کریم، که ز خوان کرمش بهره برد دیو رجیم. نیک و بد را ننمود از در احسان محروم، سلطنت داد به فرعون و نبوت به کلیم. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز صنف هشتم. خوش آمدید میگویم خدمت شما شاگردای عزیز به برنامه مکتب هادی. ما و شما امروز به درس 26 رسیدیم. عنوان درس امروز ما دوستان، ادبیات عامیانه یا فولکلوریست. در ادامه در حوزه دستور زبان ما و شما آشنا میشویم، یا به طور کلی بگوییم با یک یادآوری درس امروز را ادامه میدهیم تحت عنوان یادآوری در حوزه کلمه. دوستان عزیز و گرامی، در فضای مجازی ما رو دنبال کنید، آماده دریافت نظرات شما خوبان دری زبان هستیم. نمبر ارتباطی ما و شما 2096470255413. با نظرات و پیشنهادات خود ما را راهنمایی کنید. عزیزان جان، جایی نروید، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. خب شاگردای عزیز، کار خانگی جلسه قبل. در جلسه قبل برای شما گفته بودیم که مصدر را تعریف کنید و با ذکر مثال توضیح دهید. ابتدا بیان بکنید که مصدر چیست، ما به چه کلمه مصدر میگوییم، بعد در قالب یک مثال مصدر را برای ما توضیح دهید. خب در ابتدا مصدر را تعریف میکنیم. میخواییم ببینیم که مصدر چیست. خب در ابتدا میگوییم که مصدر کلمه ایست که انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان می کند ولی دارای زمان نمی باشد. این تعریف چیه دوستان؟ تعریف مصدره. پس مصدر چیه؟ میگوییم مصدر کلمه ایست که انجام دادن یک کار یا روی دادن یک فعلی را، یک حالتی را، یک کاری را بیان میکند ولی چی؟ دارای زمان نیست. یعنی بیان کننده یک زمان یا این رویداد یا این کار در یک زمان مشخص اتفاق نیفتاده، از زمان در مصدر فاقد معناست. یعنی مصدر زمان را نمیرسانه. این میشه تعریف چی دوستان؟ تعریف مصدر. و این نکته بسیار مهم است. علل خاصه فعل جمله چی دوستان؟ گفتیم که مصدر زمان را نمیرسانه، دارای زمان نمیباشه. اگر نگاه بکنیم مصدر، میگوییم مصدر شبیه کدام کلمه دوستان؟ داخل جمله است. مصدر شبیه فعل است. مصدر شبیه فعل است. چرا؟ چون میگوییم که در تعریف فعل، اگر خاطر شاگردای عزیزمون باشه، ما گفتیم که فعل چه کلمه ای؟ فعل میگوییم کلمه ای است که انجام دادن یک کار یا روی دادن یک حالت در یک زمان مشخص را بیان میکند. تفاوت بین مصدر و فعل دوستان، تفاوت مصدر و فعل در چیه؟ هر دوتا در زمانه.
هر دوتا در زمانه. چرا؟ چون فعل دارای زمان است ولی مصدر دارای زمان نیست. مثال بزنیم برای مصدر. بگوییم مصدر ماننده چی بچه ها؟ میگوییم گفتن، خوردن، خوابیدن، رفتن، گذشتن، رسیدن، آمدن. نگاه کن دوستان، همه این کلمات مصدر هستن. مصدر یک نشانه داره. ویژگی همه مشترک همه این کلماتی که برای شما گفتیم چیه دوستان؟ همه این کلماتی که اینجا برای شما نوشتیم یک وجه مشترک دارد، یک نشانه مشترک دارد. انتهای همه این کلمات به یک حرف نون ختم شده. نگاه کنید، در گفتن آخرش نون، خوردن، خوابیدن، رفتن، انتهای همه این کلمات به حرف نون رسیده. این نشانه مصدری است و این نون را تحت عنوان چی میگوییم؟ نون مصدری. نون چی؟ نون مصدری. آیا وقتی میگوییم گفتن، این گفتن به یک زمان خاص اشاره دارد دوستان؟ به یک زمان خاص آیا این کلمه دارد شما را هدایت میکند؟ نه. خوردن همینطور، خوابیدن، رفتن همینطور. این کلمات کلماتی هستن که چی دوستان؟ کلماتی هستن که در واقع کاری را نشان میده. چی کار انجام شده در اولی؟ در گفتن. در دومی عمل خوردن. در سومی خوابیدن. و در چهارمی حالت رفتن انجام شده، کار رفتن انجام شده. این افعال این حالات را نشان میدهد ولی زمان را نشان نمیدهد. تنها کلمه فعل است که زمان را نشان میدهد. مثلا ما میگیم چی؟ فعل مانند رفتم، این فعل است. رفتم میشه فعل. چرا فعل است؟ چون میگوید رفتم. در چه زمانی رفتی؟ در زمان گذشته. در زمان گذشته. حال یک نکته، میگوییم فعل از چی ساخته میشود؟ فعل از مصدر ساخته میشود. خود فعل از چی ساخته میشود شاید عزیز؟ خود فعل از مصدر ساخته میشود. از این کلمات ما فعل میسازیم. چه نوع؟ از داخل این کلماتی که اینجا گفتیم دوستان، ما بن فعل را، ریشه فعل را از این مصدرها، از این مصادر میسازیم. در کنارش با شناسه های اول، دوم، سوم اشخاص مفرد و جمع اضافه میکنیم و باعث شکلگیری یک فعلی مثل این میشود. میگه رفت میشود در واقع بن فعل ما، امش میشود شناسه فعل ما، که انشاءالله در جلسات بعدی در مورد نحوه ساخت فعل با هم بیشتر آشنا میشویم. خب شاگردای عزیز و گرامی، وارد درس نو میشویم. جلسه 26 امروز شما عنوانش ادبیات عامیانه یا ادبیات مردمی یا فولکلور است. اگر بخوایم در مورد فولکلور بیشتر توضیح دهیم دوستان، ابتدا باید این مفهوم را برای شما تعریف کنیم. خب فولکلور یک واژه است، یک کلمه است که در واقع ریشه اصلی این واژه یک ریشه آلمانی است که از کشور جرمنی در واقع این کلمه پیدایش پیدا میکند. خاستگاه و محل پیدایش چنین کلمه کشور جرمنی در اروپا میباشد. فولکلور یک کلمه است که از دو بخش تشکیل شده، از دو قسمت تشکیل شده. بخش اول به معنای فولک است، یعنی مردم. پس فولک به معنای مردم است و لور نیز به معنای دانش است. پس اگر بخوایم این کلمات را با هم جمع کنیم، یک کلمه واحد به نام فولکلور را تشکیل می‌دهد، معنایش کنیم، معنایش می‌شود دانش مردم یا فرهنگ عامه. اگرچه اصطلاحات دیگری نیز برای این کلمه به کار برده شده، مانند دانش عامیانه، فرهنگ عامیانه، فرهنگ مردم، کلماتی هستند که برای این مفهوم ترجمه شده است. خب حال شاخصهای فولکلور، ما میخواییم در مورد فرهنگ عامه مردم صحبت کنیم. میخواییم بدونیم که فرهنگ عامه، فرهنگ در واقع مردم یک جامعه که تحت عنوان فولکلور از او یاد کردیم، چه شاخصهایی دارد، چه ویژگیهایی دارد. در ابتدا میگوییم که معلوم نبودن خالق فولکلور. چرا؟
چون میگویند که ادبیات عامیانه دوستان یا فرهنگ عامیانه از سمت قشر باسواد و تحصیل کرده یک جامعه به سایر و بخشای اجزای دیگر جامعه منتقل نمی شود، بلکه از بین مردم کوچه و بازار در واقع این مفاهیم سر در می آورند و بین مردم پخش می شود و معلوم نیست، واضح نیست، مشخص و مبرهن نیست که چه کسی اولین بار یک بخش از ادبیات عامیانه را به کار برده و این گونه بین مردم رواج پیدا کرده است. پس معلوم نبودن خالق فولکلور یکی از ویژگی های این ادبیات عامیانه است و انتقال در واقع این مفهوم یک انتقال شفاهی است. یعنی ما در هیچ کتابی نمیبینیم که در واقع ای اثرات و ای عناصر فولکلوری در یک کتاب نگاشته و نوشته شده باشه. چرا؟ چون گفتیم اکثر کسایی که در واقع این ادبیات عامیانه را خلق کردن افراد بی‌سواد بودند، افرادی که توانای خواندن و نوشتن را نداشتند و نتوانستن ثبت بکنند. تنها از طریق سینه به سینه، یعنی نقل شفاهی، یک نفر به فرزند خود میگفت، فرزند به فرزندان خود، او به نسل‌های دیگر میگفت و همین طور سینه به سینه نقل میشد تا به نسل‌های بعدی انتقال پیدا میکرد. و دوم شاخصی که در حوزه فولکلور میشود از او یاد کرد، ثابت نبودن مضمون و شکل ادبیات فولکلور است که در واقع نشان میدهد که مطابق زمان و مکان همواره تنوع و گوناگونی پیدا میکند. اگر نگاه بکنید ادبیات فولکلوری از نظر مضامین در هر دوره متفاوت است، تنوع دارد، گوناگون است، مختص در واقع یک قوم، یک قبیله، یک نژاد، یک فرهنگ نیست، بلکه تمامی اقوام در کنار یکدیگر قرار میگیرند، هر کدام دارای ادبیات عامیانه یا عناصر فولکلوری خاص خود هستند و این عناصر بین این افراد جابجا میشوند و شکل آنها هم میتواند متفاوت باشد، گاه در زمینه نثر باشد، گاه در زمینه نظم باشد، گاه قصه باشد، گاه داستان باشد، دو بیتی باشد، میتواند رباعی باشد و اشکال متعدد و متنوع، حتی در حوزه رسم و رسوم ازدواج باشد، طلاق باشد، آداب کفن و دفن باشد. این نشان دهنده چیز او آدابی است که تحت عنوان ادبیات عامیانه مردم ما از او یاد میکنیم. و مورد آخری است که شاخص فولکلور انعکاس دهنده شادی و غم مردم است. چرا؟ چون این ادبیات فولکلوری از اهداف و آرمانها و خواسته ها و آرزوهای مردم عادی و ساده کوچه و بازار سرمنشأ میگیرد. هر زمانی که مردم خواستند شادی و غم خود را در قبال یک پدیده، یک اتفاق، یک رویداد نشان دهند، از ادبیات فولکلوری کمک گرفتن. گفتیم که ادبیات عامیانه شکل خود را نشان میدهد. در کجا؟ در مراسم خاکسپاری. شکل مراسم کفن دفن افراد را نگاه کنید دوستان. مسلمان ها دارای یک فرهنگ عامیانه است، مسیحی ها دارای یک فرهنگ عامیانه در حوزه کفن و دفن هستند، یا مناطق مختلف، کشورهای مختلف، ما دارای یک فرهنگ متفاوتی هستیم در زمینه خاکسپاری، کشورهای همسایه دارای یک فرهنگ مختلف هستند وقتی میخوان مراسم خاکسپاری خود را انجام دهند و این نشان میدهد که فرهنگ ما مختلف است. در مورد ازدواج هم همین گونه است. شکل ازدواج، آداب و رسوم ازدواج، نحوه خواستگاری، مراسم در واقع ازدواج، شکل مراسم ازدواج بین کشورهای مختلف متفاوت است. پس نشان میدهد که در واقع شاخص فولکلور در این حوزه انعکاس دهنده شادی و غم مردم است. خب بخش هایی که در حوزه ادبیات فولکلور می شود از او یاد کرد. خب اولین چیزی که دوستان می توانیم یاد بکنیم ایست که فولکلور بازی ها و افسانه های کودکان را در بر می گیرد. گفتیم که یکی از چیزهایی که در حوزه ادبیات عامیانه بسیار مورد استقبال قرار میگیرد ایست که ما بتوانیم انتقال فرهنگی دهیم، در واقع انتقال سینه به سینه یک مطلب از یک نسل به نسلهای دیگر در قالب داستان، در قالب شعر، در قالب روایت. یکی از چیزهایی که تحت عنوان
اشکال ادبیات عامیانه بین مردم همواره مورد استقبال قرار می گرفت افسانه ها و بازی ها بود، خاصه در کشور عزیزمان افغانستان که ما یک قصه داریم تحت عنوان قصه بزک چینی که یک قصه بسیار بسیار قدیمی است و بین مردم ما از یک رواج خاصی و از یک محبوبیت خاصی برخوردار است و میبینیم که در واقع سرمنشه این قضیه و این قصه معلوم نیست. چرا؟ چون گفتیم ویژگی ادبیات عامیانه است که خالق اثر مشخص نمیباشد، ولی قصه است که بین مردم ما رواج پیدا کرده و مادران برای فرزندان و برای کودکان و اطفال خود این قصه را میگویند. دوم میتوانیم از بخش های فولکلور دوستان در اشعار و ترانه های عامیانه اشاره بکنیم. عمیق‌ترین دردها و خوشی های مردم در قالب شعرها و ترانه های کوچه و بازار نهفته است. آهنگ ها و زمزمه هایی که در قالب ادبیات فولکلور جای میگیرد انعکاس دهنده غم و شادی مردم است که مردم در کجاها شاد بودند، در کدام اتفاق در واقع دچار مصیبت و اندوه بودند، و این ادبیات فولکلور به ما کمک میکند که با فرهنگ عامه مردم بیشتر آشنا شویم. ضرب المثل ها یک دیگر از بخش های فولکلور میباشد که دوستان به شدت تعیین کننده است در شاخصه مردم یک سرزمین. بیان کننده دنیای از مفاهیم است. برخی وقتا ما میگوییم که در حوزه کلام بهترین سخن او سخنی است که کم باشد ولی معنایش بسیار باشد. خیر الکلام قل و ما دل. بهترین سخنان او سخنی است که در واقع لفظش کم است، مقدارش کم است و دنیای از مفاهیم در دل خود نهفته دارد. یکی از این چیزهایی که میتوانه مصداق همین کلام باشد، مصداق همین توضیح باشد دوستان، ضرب المثل است. ضرب المثل ها بسیار کم هستند ولی دریای از معانی، دریای از مفاهیم را با خود به همراه دارند. ما خیلی وقتا میبینیم که یک ضرب المثلی بیان میشود ولی معنایش بسیار نغز و دلانگیز است. برخی وقتا میگوییم که آشپز که دوتا شد غذا یا شور میشود یا به نمک. نگاه کنید، یک ضرب المثل است که از کوچه و بازار وارد جامعه شده، یک کلام بسیار کوتاه است ولی دریایی از مفاهیم را با خود منتقل میکند. درس عبرت از وضعیت اجتماعی. گاهی وقتا ضرب المثل ها صرفا بیان کننده نوع طنز در جامعه نیستند، بلکه میخواد یک پندی را، یک نصیحتی را، یک موعظه را با خود همراه دارد که میخواد به اون نسل بعدی، به اون فرد منتقل کند و در واقع نوعی آسیب شناسی اجتماعی نیز مطرح میکند. حال شاگردای عزیز، برای آشنایی بیشتر ما و شما با یکی از اشکال و یکی از ابعاد ادبیات عامیانه، برخی از این مفاهیم را با همدیگر در قالب مثال بررسی میکنیم. گفتیم که یکی از چیزهایی که در حوزه ادبیات فولکلور بسیار بسیار از محبوبیت و از شهرت خاصی بین مردم عوام برخوردار هستند، دو بیتی ها هستند که انعکاس دهنده غم و شادی مردم و نوع زندگی و سبک زندگی مردم هستند که در اینجا میخواییم برخی از این ابیات را دوستان با همدیگر مرور کنیم. خب در برخی از کتاب‌های فرهنگ عامیانه چنین ابیاتی آمده است: از کتل طالقان کسی تیر نشد، از خوردن آدمی زمین سیر نشد، گفتم برویم به پیش استاد اجل، مردن خو حق است ولی جوان پیر نشد. بیا که برویم از این ولایت من و تو، تو دست مرا بگیر و من دامن تو، جایی برسیم که هر دو بیمار شویم، تو از غم بی کسی و من از غم تو. بله شایده عزیز. خب بخش دوم، حوزه قواعد دستوری. دوستای عزیز، در این بخش از درس امروز
در مورد در واقع یک کلمه صحبت میکنیم، در مورد یک مفهوم صحبت میکنیم تحت عنوان کلمه. اگرچه درس امروز ما یک درس جدید نیست، یعنی شما در این درس با یک مطلب نو و تازه آشنا نمیشوید، بلکه صرفا یک یاداوری است و یک گریزی است به درس‌های قبلی و در واقع مرور میکنیم چیزهایی که شما در حوزه دستور زبان تا حال در این کتاب در این صنف با او آشنا شدید. خب در ابتدا میگوییم کلمه. کلمه چی بود دوستان؟ کلمه گفتیم که در واقع کلمه یک واژه است، یک مفهومی است که میتواند اشکالی متنوع و متعدد داشته باشد. حالا میگوییم همه کلمه که در واقع واژه هم از او یاد میشود یک تقسیم بندی دارد. میگوییم کلمه به یک لحاظ تقسیم میشود به کلمه نامستقل و کلمه مستقل. کلمه پس میتواند یا مستقل و آزاد باشد یا نامستقل و وابسته باشد. خب گفتیم کلمه اگر نامستقل باشد یعنی چی؟ یعنی این کلمه به لحاظ معنایی دارای یک مفهوم مستقل نیست، بلکه در ساختار یک جمله قرار میگیرد، در کنار کلمات مستقل قرار میگیرد و باعث ایجاد یک مفهوم جدید با یک معنای جدید میگردد. خب کلمات نامستقل خود داره انواعی بود. گفتیم کلمه نامستقل یا وابسته اشکالی داره، یا میتواند در قالب وندها باشد یا در قالب نشانه های ساختمانی باشد. یعنی چی؟ اگر وند باشد، وند کلمه ای بود که در ساختار جمله، او کلمه نامستقل بود که در ساختار جمله متصل میشد، پیوسته میشد به کلمات دیگر. حال این وندها اشکالی داشت، یا در واقع گفتیم دوستان پیشوند بودن یا پسوند بودن، یا پیشوندهای صرفی و اشتقاقی از یاد میکردیم یا پسوندهای صرفی و اشتقاقی میخواندیم. تفاوتش در این بود که پیشوندهای صرفی او پیشوندهایی بودن که در ساختار جمله به فعل میچسبیدن، به فعل اضافه میشدن، در حالی که پیشوندهای اشتقاقی به چی اضافه میشدن دوستان؟ به اسم اضافه میشدن. پس تمامی پیشوندها و پسوندهای صرفی به چی برمیگردن؟ به فعل برمیگردن، در حالی که پیشوندها و پسوندهای اشتقاقی به چی برمیگردن؟ به اسم برمیگردن. حالی در کنار این وندها ما نوع دیگری از کلمات نامستقل هم داشتیم تحت عنوان چی؟ نشانه های ساختمانی. یعنی کلمات او علائمی، اون نشانه هایی که در داخل ساختار جمله قرار میگیرد و در واقع نشانه یک کلمه خاصی هستن و او را بیان میکنن. مثلا ما یک پسینه میگوییم، وقتی میگوییم که پسینه در ساختار دستور زبان دری، ما وقتی میگوییم پسینه، یک پسینه بیشتر نداریم و او پسینه راست، که این پسینه را نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده مفعول بود. هر زمانی که مفعول در جمله می آمد بعدش مرار داشتیم. من کتاب را خریدم، کتاب می شد مفعول، را می شد پسینه، و نشان دهنده البته مفعول چی بود؟ مفعول معرفه بود. پیشینه. گاهی ما کلماتی داشتیم از به برای، چون این کلمات که در واقع نشانهای ساختمانی هستن، کلمه بعدی که می آمدن کلمه متمم در داخل جمله می شدن. عطف، برخی از نشانه ها مانند حرف واو تحت عنوان حرف عطف بود که ما در ساختار جمله می دیدیم. برخی کلمه هستن که کلمه ربط هستن، مانند اگر و تا در داخل جمله که قرار می گیرد، ممکن است دو تا کلمه رو، ممکن است دو جمله رو به هم ربط دن. اصوات هم برخی از نشانه های ساختمانی هستن که بیان کننده صوت هستن، معنای مبرهن و واضح و روشن ندارن، فقط در قالب صدا بیان می شود، مانند صدایی که از حیوانات، مانند شیهه اسب در واقع وقتی که می شنیم، یا صدای گاو را وقتی که بیان می کنیم، این می شود صدای اصوات. معنای خاصی ندارد. چرا؟ چون گفتیم ویژگی کلمات نامستقل است که معنا ندارد. کلمه لفظ بیان می شود ولی فاقد معناست، باید در ساختار جمله در کنار کلمات مستقل جای بگیرد تا معنایش روشن شود. خب این شد کلمات نامستقل. کلمات مستقل چی؟ کلماتی هستن که هم لفظ واحد دارن و هم معنای واحد دارن. خب این کلمات مستقل چند شکل دارد. یک، قید است. قیدها گفتیم در ساختار جمله او اسم های هستن، چون قید از نوع اسم بود.
کلماتی هستن، اسامی هستن که در ساختار جمله برای توضیح بشر چی می آمدن؟ فعل ها می آمدن. هر زمانی که قید در داخل جمله داشتیم ما فعل را بیشتر توضیح می دادیم. حالا انواع داشت، قید زمان بود، قید مکان بود، قید چگونگی یا حالت بود و یا قید در واقع اشکال مختلف مانند تنویندار، قید در واقع مختص، قیدهایی بودند که در حوزه قیدها جای می گرفتن. یا فعل ها هستند که انجام دادن یک کار، روی دادن یک حالت در یک زمان مشخص را روشن میکردم. خب این فعل ها باز دارای ویژگی هایی بودند، یا ریشه داشتن، ریشه فعل یا بن فعل که یا ریشه ماضی است یا ریشه مضارع است، یا شخص دارد، این شخص ها میتواند شخص اول باشد، شخص دوم باشد، شخص سوم باشد، یا میتواند وجه داشته باشد، وجه اخباری باشد، وجه التزامی باشد، یا میتواند زمان داشته باشد، زمان بلاز برای فعل تقسیم بندی اگر شود میشد زمان در واقع گذشته، زمان حال و زمان آینده، و یا هم کلمات مستقل میتواند اسم باشد. اسم ها برای نامیدن اشیا و اشخاص به کار گرفته میشد. یه اسم ها یا میتواند صفت باشد که توضیح بیشتری برای یک اسم باشد و بیان کننده کیفیت، حالت، رنگ، بو، مزه یک اسم باشد، یا میتواند ضمیر باشد. ضمیر کلمه ایست که جانشین اسم شود و برای جلوگیری از تکرار یک اسم در داخل جمله به کار گرفته میشد. حال ضمیر اشکال مختلف دارد، یا ضمیر میتواند ضمیر شخصی باشد، یا ضمیر اشاره باشد، یا ضمیر مشترک باشد. عدد و معدود که در واقع یکی از اشکال اسم ها هستند که بیان کننده تعداد یک اسم در ساختار یک جمله می باشد. خب کار خانگی جلسه آینده ما و شما شاگردای عزیز ایست که نوع کلمات را در جمله زیر مشخص کنید. یک عبارت برای شما، یک جمله برای شما دادیم، از شما میخواهیم که کلمات مستقل و نامستقل و نوع آن را برای ما مشخص کنید. اشعار عامیانه و مردمی بخش بزرگی از ادبیات شفاهی را میسازد. خب شاگردای عزیز و گرامی، در پایان جلسه امروز رسیدیم. خسته نباشید، مانده نباشید. امروز با ادبیات عامیانه یا فولکلور آشنا شدیم. دوستان عزیز و گرامی، در فضای مجازی ما رو دنبال کنید. آماده دریافت نظرات شما به نامبر 2964-780-255-4013 خواهیم بود. راهنما و هادی ما در مکتب دری باشید. تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.